31 فروردین ماه و انفجاری مهیب در سکوی نفتی شرکت بی پی در خلیج مکزیک. سکویی که به منظور استخراج نفت از چاهی در عمق 1.5 کیلومتری از سطح آب نصب شده بود و انفجار ناشی از نشت گاز در آن باعث کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 17 تن دیگر شد. نشت گسترده نفت وخیم‌ترین حادثه محیط زیستی در تاریخ آمریکا را به وجود آورد و به گفته تحلیلگری به نام گرگ اسمیت در ماه اول حادثه 23 میلیارد دلار از ارزش سهام شرکت بی پی در بورس لندن کاسته شد. بسیاری از سرمایه گذاران مضطرب شده بودند، زیرا بی پی یکی از 100 کمپانی بزرگ دنیاست و بخش بزرگی از سرمایه صندوق‌های بازنشستگی در بریتانیا از طریق بورس اوراق بهادار در این شرکت سرمایه گذاری شده است. تقریبا 2 ماه بعد از بروز حادثه، بی پی به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های پاکسازی و تأکید دولت آمریکا بر مسئولیت تام و تمام آن شرکت، انواع پرداخت‌ها به سهامدارانش را متوقف کرد. این خسارت بزرگیه که به سواحل و مردم این نواحی و اقتصاد منطقه وارد شده و شرکت بی پی باید هزینه‌های مربوط به پاکسازی و جبران ضرر ساکنان منطقه رو تمام و کمال پرداخت کنه. بعد از چندین بار تلاش، بالاخره مهندسان بی پی موفق شدند در 28 شهریور ماه از نشت نفت جلوگیری کنند، اما تا آن زمان شرکت ضرری 17 میلیارد دلاری را متحمل شده بود و آقای اسمیت معتقد است باید تغییرات اساسی در آن کمپانی صورت گیرد. مدیران بی پی باید به روشنی نشون بدن که حادثه‌ای به این وخامت در فرهنگ ایمنی شرکت تغییرات بنیانی به وجود آورده و همزمان اون را نسبت به اثرات جانبی حوادثی از این دست حساس‌تر کرده است. کمی بعد از حادثه نشت نفت، مدیران شرکت بی پی تحت فشار شدید کاخ سفید مجبور شدند تنخواهگردانی علل حساب به مبلغ 20 میلیارد دلار را به پرداخت هزینه های پاکسازی و غیره اختصاص دهند. اما موضوع به همینجا ختم نشد. کاری که ما میکنیم اینه که به بی پی نشون بدیم که اون چه در پی میاد به مراتب بزرگتر از هزینه های مسدود کردن دهانه چاه نشتی و پاکسازی آبها و سواحله. این مخارج مطمئناً بر ارزش سهام شرکت بی پی اثر میگذاره. دولت آمریکا بر علیه بی پی و همکارانش به خاطر اهمال در انجام وظایفشان اقامه دعوا کرده و آن شرکت هم که یک بار دیگر به سوددهی رسیده با فروش تعدادی از دارایی های خود صندوقی 40 میلیارد دلاری برای تکمیل پاکسازی تأسیس کرده. پاکسازی که به نظر آگاهان هزینه نهایی آن به بیش از 100 میلیارد دلار سر خواهد زد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن.